سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. به کانال پرژن ریویو خوش اومدین. اوکی. خواننده زن. بدترین. اوه الله. چیز رسان. یوتیوبر. بدترین یوتیوبر کیودی پای. فاک بت اف کیودی پای. نگیم تیک تاکی. رفیق نیکا. شاید چیز عجیبی ندیده باشین ازش. غیر این البته. بلاگر اینستاگرام، بدترین بلاگر فیمس آجی. تمام طرفدارای نگین و سارم فکر می‌کنن موضوع کامل میدونن که با هم دیگه خیلی دوست صمیمی هستن، با وجود اینکه حالا توی بازی مختلف زیاد دعوا کردن و دوباره آشتی کردن، اما اکیپ سارن و نگین فضلی و حالا قبلا رکسان هم باشون خیلی ویدیو میگرفت، یکی از موفق ترین کاپلای هستن که توی یوتیوب با هم دیگه ویدیو تولید میکنن. از طرف دیگه اگه ویدیوی کانال هم دنبال کرده باشید، کامل در جریان درگیری سارن با رادیو جوان و به خصوص دنیا دادرسان که حالا خودش بهش میگه چیز رسانم، فکر میکنم قرار گرفته باشین. باز الان یه مقداری شاید بینشون بیشتر صلح برقرار باشه، اما همیشه اینجوری بوده که سارن چون با رادیو جوانم خیلی مشکل داشته و دنیا دادرسان هم یه جورایی سوگلی رادیو جوان بوده، یه درگیری بینشون وجود داشته و توی افشاگریای سارن همیشه یه پایه ثابته ماجرا بوده. توی ویدیو جدیدی که سارن و نگین با هم دیگه گرفتن، بعد از مدت‌ها دوباره دارن با هم دیگه توی یوتیوب ویدیو تولید میکنن، یه سری سوال پرسیده میشه از نگین که حرفایی به شدت جنجالی میزنه، از جمله حالا صحبت کردن در رابطه با اینکه دنیا چیز رسان بدترین خواننده است، یا یه سری حرفایی در رابطه با کیودی پای زده. نگین برای اولین بار همونطور که میدونید، خب کیودی پای همیشه با اکیپ بلاگر و اینفلوئنسر اینستاگرامی مشکل داشت و به خصوص اون تایمی که اومدن توی یوتیوب و توی یوتیوب اون شروع کردن فعالیت کردن، مشکلش بیشتر از قبلم شد و همیشه مستقیم یا غیر مستقیم توی ویدیوهای مختلفش مسخرهشون میکنه. حتما ویدیو رو تا آخر ببینید، چون میخوام بریم به قسمت‌های مهم ویدیو سارن نگین با هم دیگه ریاکشن بریم و از اون سمت دقیقاً بررسی بکنیم که مشکل نگین با کیودی پای از کجا شروع میشه، چون کیودی پای توی خیلی از ویدیوهاش حالا بلاگر و اینفلوئنسرها اینستاگرامی خیلی مسخره میکرده. اگه هنوز کانال ما رو هم سابسکرایب نکردید، لطفا این کارو بکنید، زنگوله کنارش هم بزنید که از ویدیوهای جدیدی که میاد باخبر بشید. بهترین سارا، بدترین. اگر بخوام یه مقدار ریشه یابی بکنیم این نفرتی که نگین از کیودی پای داشت رو، بعد برگردیم به ویدیوهایی که حالا میاد رست میکنه یه جورایی کیودی پای، بلاگرها، اینفلوئنسرها، اینستاگرامی. کلا یوتیوب به دلیلی که از اول توی ایران فیلتره بود، یعنی اینستاگرام خب اخیراً فیلتر شده، بنابراین یه حالتی بود که عامه مردم خیلی راحت تر میتونستن برن توی اینستاگرام و یه جورایی هم شاید اینستاگرام مثلا جذاب‌تر باشه، یعنی پلتفرم جذاب‌تری باشه با توجه به فرمت مثلا پست و ریل و استوری و چیزای مختلف. خیلی چیزا رو هم حالا یوتیوب یه مقداری کپی برداری کرده بعدن از روی اینستاگرام، مثلا استوری یا پست کامیونیتی یا چیزای این شکلی. بنابراین حالا کیودی پای هم که یکی از اولین کسایی که تو یوتیوب بود، اینو هیچ کسی نمیتونه منکر بشه، یعنی به خصوص این سبک یونیکی که داشت و این نحوه ادیت زدن و چیزای مختلف رو، کیودی پای و کوکسر یه جورایی به همه شناسوندن به نظر من. حالا کسای دیگه هم بودن، ولی افرادی از اون دوران که هنوزم خیلی سرشناسن کیودی پای و کوکسرن، و بنابراین یه جورایی کیودی پای خب این حقو به خودش میداد که چون یه مقدار لول شاید مردم که توی یوتیوب بودم بالاتر بود، که الان قطعا اینطوری نیست، همون سال اول شاید یه مقدار اینجوری بود. و حالا الان این ویدیویی که می‌خوام بریم با هم ریاکشن بریم، یکی از هزاران ویدیویی که در واقع کیودی پای میاد رست بلاگرها و اینفلوئنسرها اینستاگرامی میکنه، خب نیکا فلاحی و خیلی بیشتر این کارو باهاش کرده، به خصوص وقتی که اومد توی یوتیوب و اونجا هم ساب خیلی بالایی داشت، ایمپرشن خیلی بالایی داشت، ویو زیادی میگرفت، ناخودآگاه خب تاثیر میذاره روی آدم، یعنی کسی که از اول خیلی میپریده به بلاگرها، بعد وقتی میبینه میان توی یوتیوب اونجا هم ایمپرشن و سابسکرایبر بالا میگیرن، طبیعتاً یه تأثیر روش میذاره دیگه، یعنی بیشتر از قبل یه حالت کینه‌ای پیدا میکنه. منکر این نیستم که یه مقداری خیلی تون میره، هرچند که تکی همه ویدیوهاشو تولید میکنه، اینم کردیتی که بعد به کیودی پای داد. نگین تیک تاکی، رفیق نیکا. شاید چیز عجیبی ندیده باشین ازش. غیر این البته. دوستاشم خوب میشناسنه. بعضیا میگن کیودی پای اگه یه روزی اینا تو رو از نزدیک ببینن خوب میدونن با چی کار کنه. من مثل جوردی هم، اگه این آدمایی که تفسیرشون کردم یه روزی منو ببینن، این اتفاق میفته واسم. تجاوز به یه پسر کار درستی نیست اصلا. حمایت کنید ازم بچه‌ها. نصرت.
سال ورودم به استانبول میخوایم بریم ببینیم این نصرت چه کوفت و زهرمانی که انقدر پیپیشو در آوردن. اون چی میگه؟ صداش از تو چای مستره انگه داره میاد. این کودی بازی ها چیه؟ اندازه یه گراز پیر سن داری با اون صدات. یارو درست شبیه یک گرازه شده آدم. استیک طلا. یارو بهش اشاره میکنه، رفته تو کفش، خودش هم خوشش اومد تایید کرد. خوشحالم شد الان. این رقصش به خاطر تلپاتی با اون یاروه ها. جان چه دنبه ای، خودم میبرم توالت. قیافه رو دیلو استیک طلا رو اووردن، میخورن، میرینن، تلاشو از ان جدا میکنن. این از یک بیزینس خفن. اگه از پشت یورو ببینی مطمئنم حسنش بالا پایین میره. این تیکه ویدیو توجهم به یه چیز جلب شد، اونم لباش بود. لباش بیش از حد دیگه گنده است. صد رحمت به نیکو. لبا اینو دیدم به گرازن. تو حرف نپر کسا پا بس کشکه عوضی. لبا اینو دیدم به نیکو امیدوارتر شده. نیستی کنم تو از من خوشت بیاد و چی میگه بگم؟ دست کنم تو از من خوشت بیاد. کلوف رفت توش. اینه چیز گاو دهنشو باز میکنه. خیلی خستگاری نه؟ نه بیای خسته. باش نه؟ باش ببینید من خودم نمیخوام سمت حالا یه نفر رو بگیرم. کیوتیپای خب خیلی وقتا شاید تون میره، از سمتی خب سبک کارش هم رسته اینجوریه، یعنی شاید حتی یه روز مثلا خودش هم بیاد به همین شکل مسخره بکنه، چون به هر حال هر چیزی تو این دنیا یه بعد مسخره هم داره. دیپ خیلی بهش نگاه بشه مسخره، چون ذات این دنیا شاید پوچ باشه به شکلی. ولی حالا این جزء ویدیو خوب کیوتیپای هم نیست، یعنی چیزایی که حالا مسخره میکرد خیلیاش واقعا قابلیت مسخره شدن نداشت. هرچند که به هر حال اکیپ تیک تاکی موقع به خصوص وقتی میافتن توی پارک کلیپ های خیلی مسخره ای درست میکردن، هرچند که خب همون مسخرگیش باعث جذابیتش میشد، مثل یه جوک مثلا بیمزه ای که از بیمزگی شاید بقیه بخندن. به هر حال دو سبک کاری متفاوت، به نظرم شاید بهتر باشه که اینقدر شدید هیچ کسی دیگه ای رو مسخره نکنه، چون تیتر این ویدیو هم این بود، تفسیر ویدیوهای سوپر و اونلی فنز نگین فضلی، که خب به خصوص کسی که با کیوتیپای آشنا نباشه خیلی شاید بهش بر بخوره. اگه بشناسه کسی کیوتیپایو میدونه که همه رو تقریبا همین مدلی مسخره میکنه و یه جور سبکشه.